خب بچه ها امروز دیگه خب الان دیگه زمستونه دیگه، الان ولاگ ها معمولا اینجوریه دیگه، من ولاگ ها رو اینجوری باید درست بکنم چون هوا سرده، زودم تاریک میشه. دنباله اون مبحث سوشال میدیا و ویدیو گوسفند نباشیم، میخواستم بهتون یه سری چیزها رو بگم. چند وقت پیش من یه پادکست درست کردم، اگه پادکست های منو گوش ندادی توی اسپاتیفای هست، توی اول توی انکر داد اف ام من آپلود میکردم، بعد انکر داد اف ام رو اسپاتیفای خرید، الان دیگه زیر مجموع اسپاتیفای. یه پادکستی ساختم به نام سوشال دیلیما، اسم پادکست رو یادم نمیاد، پادکستی بودش که در رابطه با فیلم سوشال دیلیما توی چیز هستش، توی نتفلیکس، اگر ندیدید من نگاه بکنید این فیلمو توی نتفلیکس. چند وقت پیش نات کردم گفتم نگاه بکنید، خیلی وقت الان تو نتفلیکس اومده، در رابطه با نوتیفیکیشن و سوشال میدیا و این جور چیزاست. امروز که رادیو رو گوش می‌کردم داشت در رابطه با همین صحبت می‌کرد و میگفتش الان دیگه دنیا یه جوری شده، خیلی حتی کامپیوتر هم ندارن. اونایی که حالا برمیگردیم به این نکته که اونایی که کامپیوتر دارن مثل ما یا کامپیوتر و زیاد جلوی کامپیوتر هستن کد می‌زنن، دیگه حول و حوصله نگاه کردن به موبایل مثل آیفون و اینجور چیزا رو ندارن، چون صبح و شب جلوی کامپیوتر هستن، اخبار و اینجور چیزا رو میبینن دیگه توی کامپیوتر. ولی اونایی که بیشتر مردم هم هستن که کامپیوتر ندارن، مثلا مثل نمیدونم پدر مادر من یا پدر مادر شما یا مادر بزرگ شما، ولی اینا همه موبایل رو دارن، آیفون رو دارن. به خاطر همین هم هستش که پرفروشترین محصول اپل آیفونه، چون همه میخوان آیفون بخرن ولی همه لپتاپ نمیخرن، اونم لپتاپای اپل که همش از 2000 تا 6000 پوند هستش. من خودم لپتاپم 6000 پوند میخوام یه لپتاپ بخرم، M3 Max الان 5000 پوند قیمت لپتاپه، واقعا لپتاپ عالیه، خیلی هم قویه. حالا بگذاریم، همه آیفون دارن. نوتیفیکیشن چیزایی هستش که توی موبایل اتفاق میفته. وقتی که شما نوتیفیکیشن میگیرید رو موبایلتون، یه دفعه یه نوتیفیکیشن میبینید، این به شما چی میده؟ تحقیق کردن که میگن دوپامین میده. دوپامین یعنی هورمون شادی میده. چرا؟ چون هر کسی که نوتیفیکیشن میگیره شاد میشه سریع. همه سعی میکنن تو اپلیکیشن هاشون نوتیفیکیشن قرار بدن. چرا؟ چون میخوان که چیز کنن، یه جورایی مثلا همه رو معتاد اپلیکیشنشون کنن دیگه. میدونی چی میگم؟ من خودم سعی کردم که توی بیشتر اپلیکیشن هایی مثلا حتی الان دیگه توییتر دیگه نمیگن، دیگه میگن ایکس، چیز کنم نوتیفیکیشن رو مثلا بردارم. وقتی یه کامنت میدید توی شبکه اجتماعی خیلی معروف، 400 نفر لایک میکنن، زیرش میخوان کامنت بدن، همه لایک میکنن، خب شما نوتیفیکیشن میگیرید. بنابراین خیلی هلتی نیست، بهتره که این نوتیفیکیشن ها رو کم کنید. و من خودم همین کاری کردم، نوتیفیکیشن ها رو کم کردم، چون نخوام هورمون شادی یا نخوام شاد بشم. تکست دادنم همینه، میخواستم تکست دادن بهتون بگم. وقتی شما یه نفر دعوا دیدید که توی روابط هم همینجوریه، چرا تکست ندادی؟ چرا به من الان دیگه زنگ زدن نیست، همه تکستی هست، چرا تکست؟ حتی وایس نوت هم اومده، اصلا احتیاجی به زنگ زدن نیست. اونایی که مثلا تکست نمیگیرن توی مثلا روابط ناراحت میشن، عصبانی میشن، میگن نمیدونم چرا به من تکست ندادی. اینجوریه به خاطر اینکه اون حس شاد بودن رو نمیگیرن از شما، شما بهشون ولیدیشن نمیدید. خب وقتی این حس شاد بودن رو نمیگیرن از شما، خب ازتون دل سرد میشن، ممکنه حتی، چرا؟ چون شما بهشون ولیدیشن نمیدید، اعتبار نمیدید، چون اون شاد بودن رو بهشون نمیدید، میگن که شما حتما دوستشون نداری. خیلی وقتا دیدید دیگه یه اپلیکیشنی هستش که من اینجوری هم که اپلیکیشن زیاد به من نوتیفیکیشن نده نگرش میدارم، حالا شما رو نمیدونم، ولی دیدید دیگه خیلی هستن که وقتی اپلیکیشن رو باز میکنی، یه اپلیکیشن های مثلا یه اپلیکیشن داخل موبایل رو باز میکنی، میبینی که این اپلیکیشن نه به شما نوتیفیکیشن میده، اصلا انگار که ماسته، مثلا هیچی به شما نمیده. مثلا نتفلیکس، اپلیکیشن نتفلیکس داخل موبایل هست خب، ولی به اون صورت نوتیفیکیشن نمیده. وقتی میبینن که این اپلیکیشن نوتیفیکیشن بهشون نمیده، خب میان چیکار میکنن؟ اپلیکیشن رو دیلیت میکنن، میگن اون چه اپلیکیشنیه، نه نوتیفیکیشن میده نه چیزی. مثل همین روابط میمونه، چون میبینن که انگار که شما براشون مهم نیستی، نوتیفیکیشن نمیده. میدونی چی میگم؟ حالا مثال زیاد کاملی نبود ولی اینجوریه. حالا یه نفر بود امروز زنگ زد رادیو میگفتش که این نوتیفیکیشن ها و این اپلیکیشن ها همه رو احمق‌تر میکنه. چرا؟ چون 24 ساعت همه تو سرشون توی موبایله، هر چیزی که میبینن داخل سوشال میدیا باور میکنن، به خاطر اینکه فکر میکنن که این داره درست میگه. حرف منم تو ویدیو قبلی همین بود دیگه، هر چیزی که تو سوشال میدیا میبینید باور نکنید، یه گوسفند نباشید. اونایی که تو تک کار میکنن، چون من کارم خودم توی تکنولوژیه، خب ما اپلیکیشن درست میکنیم، من CEO یا مدیر مسئول جایی که دارم واسش کار میکنم، خب نه که بک اند براش مهم نباشه، بک اند کدهای بک اند براش مهم نباشه، ولی ما داریم یه پلتفرم درست میکنیم، من میبینم که چقدر اهمیت نوتیفیکیشن رو میفهمه،
مثلا داره به من میگه که اگر این کارو کردی داخل اپلیکیشن یه نوتیفیکیشن هم بفرست، مثلا میگه که آیا این کارو کردی نوتیفیکیشن فرستادی. حالا نوتیفیکیشن دو جور هم داریم، یکی داخل اپلیکیشن هست یعنی داخل خود همون وبسایت هست، یکی هم داخل ایمیل هست. نوتیفیکیشن های مختلفی داریم، اگر طرف سابسکرایب کرده باشه توی کانال تلگرام شما مثلا نوتیفیکیشن هست، الان کامیونیتی واتساپ هم اومده اونم نوتیفیکیشن میفرسته. اصلا ما چند جور نوتیفیکیشن داریم، یه جور دو جور نداریم که داخل اپ هست، داخل ایمیل هست، داخل نمیدونم هزار کوفت زهرمار دیگه نوتیفیکیشن هست. همه اونایی که کارشون چیز هست، تکنولوژی هست، مثلا رؤسا یا رئیسای اون اپلیکیشن ها، اونایی که پروداکت اونر هستن، اهمیت نوتیفیکیشن رو میدونن. به خاطر همین هم هستش که توی اپ دارن به شما میگن که آقا نوتیفیکیشن یادتون نره بفرستید. خیلی وقتا هم هستش که شما یه ایمیل دریافت میکنید مثلا از یه جایی که مارکتینگ داره انجام میده یا تبلیغ داره انجام میده، میاد آن سابسکرایب کنید، میبینید که طرف میگه 72 ساعت طول میکشه من شما رو آن سابسکرایب کنم. درصدی که شما به خود میگید چرا 72 ساعت، مگه من برای ویزا اقدام کردم 72 ساعت طول میکشه منو آن سابسکرایب کنید؟ نه، چون میخوان بدونن که شما طرز رفتارتون چجوریه، مانیولی شما رو آن سابسکرایب کنن. ما کار خودمون تکنولوژی دیگه، میدونیم دیگه. بفهمید که نوتیفیکیشن چقدر روی مغز شما تاثیر میذاره، چقدر میتونه کارهای شما رو عقب بندازه. اپلیکیشن اصلا خود موبایل آیفون هم همینجوری قسمت تو ستینگ داره به نام نوتیفیکیشن. اگر میبینید که ناراحتتون میکنه اون قسمت رو باز کنید، اون جایی که نوتیفیکیشن به شما میده رو ببندید. اصلا کلا ببندید. اصلا حالا خود آیفون هم سه جور نوتیفیکیشن داره، نوتیفیکیشن بنر داره، نوتیفیکیشن لاک ویدیو لاک داره، یعنی وقتی شما ویدیوتون رو لاک میکنید نوتیفیکیشن اونجا برای شما میاد. یه دونه بنر بالا داره، یعنی یه موقع هستش که نوتیفیکیشن اصلا اون بالا میمونه، اصلا از کلا همینجوری میمونه، نمیرم جایی. سه جور نوتیفیکیشن هم تو خود آیفون هست، وقتی شما میبندید سه تاشم بسته میشه. بنابراین میخوام بهتون بگم که حواستون باشه که چه جوری دارید از موبایلتون استفاده میکنید، چه جوری دارید از دستگاهتون استفاده میکنید. حالا دستگاه شما موبایل دارید، ما خودمون داخل وقتی با کامپیوتر دارم کار میکنم، ما اسلک داریم، اسلک مال خود کمپانی هست. ببینید اونا چقدر اون مخمان، یعنی هر سری که این نوتیفیکیشن خودشون بمونه، از اون ورم با خود کمپانی کار میکنید، اونم اسلک داره، هر 10 دقیقه یه بار صدای نوتیفیکیشن اسلک میاد، اعصاب آدمو خراب میکنه. من در رابطه با این نوتیفیکیشن ویدیوهای زیادی ساختم، به خاطر اینکه فقط میخوام بگم که کنترل نوتیفیکیشن ها دست خودتون باشه، چون موبایل وسیله خودتونه. هر شب ساعت 10 شب یه 15 دقیقه وقت بذاره که تمام نوتیفیکیشن هاشو نگاه بکنه. این باحال نیست به نظر شما؟ مثلا من موقع خوابم یه ساعت قبل از اینکه بخوابم، ساعت مثلا 10 میخوابم، ساعت 9 یه 15 دقیقه 20 دقیقه، حالا بعضی موقع نوتیفیکیشن میبینید که داخل ایمیل که واقعا چیزه، وقت میبره، 15 دقیقه 20 دقیقه برم کلا تمام نوتیفیکیشن ها رو نگاه بکنم، ببینم کی در رابطه با چی گفته، اخبار چی بوده، یا نمیدونم امروز ایمیل گرفتم مثلا از وزارت کشور چی بوده. این بهتره، ولی باز ببینید این کارو نمیتونید بکنید. چرا؟ چون معتاد نوتیفیکیشن هستید. سریع ایمیلی میاد میخواید ببینید چیه، چی شده، چی گفته. حالا بماند اونایی که سر میز و سر میتینگ و این جور چیزا موبایل دستشون، همش سرشون تو موبایله. شما تو قطار هم برید، حالا من قطار زیاد، قطار توجیهه به خاطر اینکه خب مردم که نمیتونن تو صورت همدیگه نگاه بکنن، ولی اگر نگاه کرده باشید میبینید که توی آندرگراوند همه سرشون با موبایله، اونجا آنتن هم نمیده. آنتن یعنی چی؟ اونجا اینترنت هم نیست. اینا دارن به چی نگاه میکنن؟ هیچی نیست. شما اخبارم نمیتونید داخل آندرگراوند چک بکنید مگر که اوورگراوند باشه، یعنی بالای زمین باشه. خب اینا دارن به چی نگاه؟ یا دارن به موزیک گوش میدن، خیلی همه که گوشی نمیذارن تو گوششون، یا دارن بازی میکنن، بعضی هستن کتاب میخونن، بعضی هستن که معتاد اخبارن. دیدید که اونایی که یواش یواش سنشون میره بالا، مثلا پدرها معتاد اخبارن دیگه، همشون دارن موبایلشون نگاه میکنن ببینن اخبار چی داره میگه. اگرم بپرسی بگی آقا این اخبار چه سودی داره برات، نمیدونن، فقط برای معتاد شدن، چون لذت بخشه، یه چیز جدید دارن گوش میدن. دیدید که شما وقتی دارید فوتبال نگاه میکنید، اگه فوتبال لایو باشه، یعنی زنده باشه، همین الان داره پخش میشه، خیلی بیشتر حال میده، چون دارید زنده نگاه میکنید، انگار که در عین وقوع. اصلا یه حسیه که شما خودتون نمیدید چرا این حس براتون پیش میاد، ولی ازتون بپرسم فوتبال ضبط شده بیشتر حال میده یا لایو، شما میگه فوتبال لایو، زنده، چون همه دارن همزمان دارن با هم دیگه نگاه میکنن. ولی اون چیزی که ضبط شده تو ذهن شما خودتون میگه این قبلا این اتفاق افتاده، من که دیگه نمیتونم بالا پایین بپرم سر هر گلی که میزنن، به خاطر اینکه این قبلا این اتفاق افتاده. نوتیفیکیشن هم همینه، چون لایوه، یعنی همون نوتیفیکیشنی که شما در آن واحد میگیرید خیلی بیشتر حال میده برید سرش
نگاه بکنید ببینید چه خبره، تا اینکه بذارید همه رو یک ساعت قبل از خواب چک بکنید ببینید که این نوتیفیکیشن چی گفته، هر کدوم از نوتیفیکیشن‌ها چی گفته. می‌دونید دلیل اصلیش هم همینه که همه می‌خوان سریع نوتیفیکیشنی که می‌گیرن نگاه بکنم، مثل اخبار می‌مونه، مثل نگاه کردن ویدیوی فوتبال می‌مونه، زنده است دیگه. بیشتر از این سرتون درد نمیارم، فقط میگم حالا تو این زمان نگاه بکنید ببینید که این فیلمه چه جوریه، در رابطه با نوتیفیکیشن‌ها پادکست من حتما گوش بدید.